سلام. سلام رامبو. خوشگلم، چطوری؟ ردیفی قربونت برم. آره عالیم. خیلی خوشتیپ شدی ها امروز. ای قربونت برم، مرسی. رامبو. خان. رامبو. خان. رامبو. بله. این چه سوی شرت پولیورت سبزه؟ آره. چه سبز قشنگی هم هست نه؟ آره. این سبز چیه؟ مثلا سبز چیچی کل قاضیه چیه؟ آره سبز... یه ذره آبی داره، راست میگی. خانوما که استادن تشخیص بدن این چه سبزیه استادان؟ سبز چه رنگ چی باید بگیم؟ میگن کل قاضی میشه رضایت داد. خب دیگه، خب عینکت هم سبزه؟ بله. مو حس کردم حتی جورابت هم سبزه یه لحظه. میشه بیای وسط هممون ببینیم؟ ای بابا. نه میگم ببینیم، نمیگم کاری بود. یه لحظه ببینیم جورابتون. ست از اوپی. دست داره واقعا. خیلی قشنگه، خیلی. رامبود. مو عاشق رنگ سبزم رامبود. راست میگی؟ جدی دارم. خیلی رنگ قشنگه. خیلی رنگ قشنگه. خیلی حال خوبی داره. خیلی حال خوبی داره. خیلی. خیلی. در این لحظه من یه درخواستی دارم. همینجا که ویسادی رامبود. چشماتو ببند. همم چشماشونو ببندن و یه سکوت بکنن. همه بسته و نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز. اوفه اینام با اوفه. اوفه. عجب کاری کردی. واقعا روحش شاد. دل یه ملت براش تنگ شده رامبو. دل یه ملت واقعا براش تنگ شده. چقدر اونجا با خود شما مال کردیم ما. فرید جنگل برد ما. قربو یه بوس بیده بینم فرید با کمال میل. شاکرتو. و جای بیژن خالیه. بیژن و مسعود واقعا به عنوان خالقین این اثر باید دست بزنیم براش. اثر جاودانه واقعا. قربونه. سلامت باش. پاستیل داری؟ قربون. پاستیل میخوری؟ آره داری. الان صبر کن برات بیارم. نداری؟ نه به جاش نارنگی میخوری؟ نه ولش کن. پاستیل داشتی میخورد. خب پاستیل گذاشته بودم تو فریزر، هنوز یخ نزده بود. خیلی خب پس بعدن بهم بده. رامبو چه خبر؟ ما که یه مرکز مشاوره تخصصی ازدواج هم زدم ما الان. دارم درآمدزایی میکنم. بله بله بله. یه تیم فنی تخصصی گذاشتم رامبو. صبح تا شب دارن به مردم مشاوره میدن. تیم تخصصی ازدواج رامبو. باریکل از کجا آوردیشون اون رو؟ تشکیل شده از 4 نفر رامبو. بله بله. محمود نسیمی احمد صفاری، وحید فقاهزاده و بهنام شوهر شلام خواهر اهلام رام بود. آمارهای مؤسسه فوق‌العاده بوده. فوق تا الان 97% طلاق داشتیم. ای وای. بله بله. یعنی بله بله باحال نیست اینی که داریم. میگم همین میگم باحال نیست. زوج بودن خوش و خرم دست تو دست اومدن، نیم ساعت با احمد صفاری صحبت کردن، رفتن یه رو بعدش طلاق گرفتن. واو. مرده الان تو زندان سر مهریه. واو. بله عالی. بهنام شوهر شهلام خواهر اهلام سر سفره عقد طلاق گرفته. یعنی 2 دقیقه صحبت کرده با دوماد. بله الان عروس خودشو بالای پنجره پرت کرد پایین بعد جریان. این که خیلی افتضاحه که میدونو مؤسسه داره فوق العاده. یه دست برای مؤسسه. بح 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 بح. آقا چه دستی برای مؤسسه؟ این دست زدن نداره مؤسسه اینقدر داغونه ناموفق. چرا ناموفق؟ آقا دست گذاشتی روی یه چیز مهم، زندگی آدماست، بعد داری خرابکاری میکنی. مهم اینه که مثبت نگر باشی. 3% هنوز طلاق نگرفتن. دیدتو مثبت کن.
3% در آستانه طلاقن، هنوز مهر نخورده. عالی دا، ولی تو صفن نه؟ بله. پس چی؟ بله 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 بله. ما گیر خیلی دارم، گیر روانشناسی باب چای تیم. الان اشرف حکیمی دستشوریش نمیگه، بدبختی. هر روز اما صحبت میکنم، میگم تو شلوار زشته نکو، خیلی برای باشگاه مشکل ساز شد. رامبو گیرم دیماریاس، انخل دیماریا گیرم. دیماریا بله بله. ای داره دندون در میاره، لسه شدیدن میخواره رامبو. اینا مگه چند سالشون؟ اینا مگه بزرگ سال نیستن؟ سالشه. مسئولیتش با مونه. ای میگه چند سالشه آقا؟ یه سری آدم گندن دیگه. لسهش میخواره، بگم نخواره. لسه گیر خوب پیدا نکردم تو بازار رامبو. رفتم بازار سید اسماعیل فرانسه، ولی اون لحظه گیره خوبه پیدا نکرد. بازار سید اسماعیل پاریس. بله بله بله، جغل اسمال تلفظ میشه. بازار جغل اسمال. آفرین. بازار جوغسمال. بله بله. لستگیر خوب ولی نداشتن رام بود. لستگیر تو فرانسه چی میشه؟ لستگیر لستگیر، ولی تو جغل اسمال او چی جنسی که میخواست از خیلی از مامان. حاج آقا، حاج آقا، شما که تو مامان آشنا داری، میتونید مامان خوب معرفی کنیم و مشاوره بگیم. ایشون از کجا تو مامان آشنا داری؟ حالا ما یکی پروندم، گفتم شاید آشنا داشته باشه. حالا تو باباها یه لستگیر خوب میشه آدرس شما بدی؟ جنپاقل جوبیقل جوغل جوبیقل جوبیقل امباپه. باشه؟ دست در نکنه، دست در نکنه رامبود. بله. یه بدبختی دیگه هم که مسیه که ما آوردم، ای تو بارسلون با سوارز زیاد میگشت، گاز میگیره تو زمین. کی؟ مسی. مسی گاز میگیره. دیروز پای ایکاردی گاز گرفت، یه ساعت در آورده بود رو پاش. چقدر هم قشنگ رامون. گفتم خب اینا خودکار عدد عقربه کشیدی؟ گفتم تو که ساعت در آوردی، خب پشت مچ دستش حداقل گاز بگیر که به یه دردی بخوره. نشد متاسفم. چرا اینجوری میکنی؟ اش اینا چیه؟ ببخشید. آقا نکن، سر درد میگیره. خوش عمه هامو اومرده بودم، اینا خیلی گیر دارن روی این مسئله رام بود. عمه ها؟ بله. روی موضوع ازدواج؟ خیلی، هم به خصوص عمه اقدس. یه الان 15 سال اقدس نتونسته بره سر خونه زندگیش. خیلی گیر داره متاسفانه، متاسفانه. این خواهر کوچیکترش هم رام بود، عمه تنها است. این 40 سال تنها است. یعنی نتونسته ازدواج کنه، افسردم شده متاسفانه. عمه تنها هم تفلکار کار دارم. تفلکار. یه خواهر دیگه دارن عمه حلق دست. یعنی چی؟ یعنی حلقه تو دستشه خوب. ولی هنوز خونه شوهر نرفته متاسفانه، فقط حلق دست رام بود. یه عمه دیگه دارم عمه فسخ عقد، این تمام عقداش فسخ شد متاسفانه. لحظه ای که میخواست بله بگه یه نه تو کار میومد رام بود. کاش اینا گفته بودم اومده بودن رام. حیف شد، خلاصه خیلی حیف شد رام بود. خب خودت ماجرا چی میشه بالاخره؟ خودم که دیگه رام بود، ولکو بره بابا. نه واقعا دارم میگم، پیر شدم، رفتم تو گور، هنوز خبری نی، هنوز دور از جونه. خانم میخوام این بله بگه یا نه؟ بگو بابا جونمون. بگو دیگه این بله رو. احلام خانم بگو این بله رو. تا شرط گذاشتیم رفتیم اومدیم، دیوونه دارم میشم رام بود، اعصابم خورد اصلا. میخوای الان هممون بلند بگیم اعلام خانوم بله رو بگو؟ بله لطفاً لطفاً. بچه همه با هم یه تمرین کنیم. اعلام خانوم بله رو بگو. حاج آقا شما هم بگی. سب کن. 1 2 3 اعلام خانوم بله رو بگو. جون همه عمهات بله بگو. یه ریتم هم بگیر اینو تکرار کنیم. احلام خانوم بله رو بگو. 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 رفتم به سهرانیدم بور باقه
به صحرا دیدم قورباغه، گفتم قورباغه دماغ چاقه، گفتم قورباغه دماغ چاقه. رفتم به صحرا دیدم لاک پشت، رفتم به صحرا دیدم لاک پشت، گفتم لاکی جون نکن به ما پشت، گفتم لاکی جون نکن به ما پشت. رفتم به صحرا دیدم غرق آور، رفتم به صحرا دیدم غرق آور، گفتم غرق آور ناهنگی بقول. رامبوت جون بیا بشین، بیا بشین، بیا بشین. رامبوت بله، ما یه مدتیه دارو موسیقی های محلی ایران جمع میکن، گفتم دیگه یه کار شروع کردم. بله، یه سوالی برای ما پیش اومد، توجه کردیم و چند باری واسونک و چوشی و اینا برات خوندم، نه؟ آره. آواهای عروسی تو شیراز و کازرون. آره. و بوشهر. آره. و اون من نمیفهمم این چرا اینقدر غمگین رام بود. عجیبه. آها. عجیبه، ملودیا غمگینن. اینا در دستگاه همایونن گوشه شوشتری. من نمیفهمم چرا اینا اینقدر غمگینن. ما الان یه دونه اصلش ضبط کردم. آها. رام بود فاطمه خانم یه مادر بزرگ شیرازی کازرونی اینو برای ما ضبط کرده فرستاده. خب میگم چشامونو ببندیم یه بار گوش کنیم که این آهنگ عروسیه. بله بله بله. میشانش می واقعا به نظر شما هم غمگین نیست؟ بشنویم. بالا خونه رو به قبله لال قرآن رو سرش، بالا خونه رو به قبله رهل قرآن رو سرش، کاک و جونیم توش نشسته زانو زانو پدرش، بابا جونیم بابا جونیم شونه ی ریش تلا، تو که زن دادی به کاکام کم نشه سایه شما، آی همومی آی همومی آب هموم تازه کن، تا بیایه کاک و جونیم خلعتش آماده کن، یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا. یه دست برای فاطمه خانم، زنده باشه ایشالا. رامبو جان جون، ما یه فکری کردم رام بود با خودم که چرا ای غمگینه، شاید ما علمشو ندارم و گفتم شاید او قدیما دختر که داشته اخونشون جدا می شده مثلا می رفته یه جایی، خیلی وقت هم احتمالا خواستگارش ندیده بوده چه می دونسته، که مثلا این انگار ناله خانواده عروسه، نمی دونم شاید شاید به خاطر این قصد از کنار مادر و پدر و خواهر. بله. و برادر. خیلی وقت هم تو عروسی ها اینا مادر و پدر عروس دارن گریه می کنن تو این لحظات. بله. که دیگه داره میره دیگه، گفتم شاید دوست دارم اونا که تو موسیقی کار درستن بیان بگن به مون، بلد نیستم رامو چاکرت. آره دمت گرم. میگم فضا غمگین شد، میخوای یه نیامون بزنم جبرانش کنم؟ بله لطفا. یه لحظه باز اجازه بدیم و نیامونم آماده کنم. باشه عزیزم. رام بود آمادن همه؟ بله. دسای بندری گرم باشه. بله هست. یالا. آها. میخوام اون وسطا سوت بزنی، هلیکوپتری هم بیه یا. من؟ آره آره رو کلت. نکردم. وسط یه هلیکوپتری. حالا یه هلیکوپتری بیا ببینم چیکار می‌کنه. شش ببینم چیکار می‌کنه. باش. اوفه. زینو زینو میکنم. دورت بگردم. ای نخوام بسونمت. زنده نگردم. و زینو زینو میکنم دورت بگردم، زینو زینو میکنم دورت بگردم، این خام بسونمت زنده نگردم، این خام بسونمت زنده نگردم، زینو میکنم دورت بگردم، زینو زینو میکنم دورت بگردم، این خام بسونمت زنده نگردم، این خام بسونمت زنده
باریکالله باریکالله چقدر خوب بود. یه بار تو جنوب باید ببرم توی عروسی ها رام بود که دیوونه بشینه. وای به نظرم خیلی خفنه نه؟ خیلی خیلی سر جهاز برون میخونن دختر سیا ناز داره و ناز به جهازش داره. دختر سیا ناز داره و ناز به جهازش داره. باید ببرم ادرام بود. حیف. آره. عالیه. حتما چاکرتون. قربونت برم من. بریم برای خدافظی. بفرما. دمت گرم. خیلی خوشحال شدم دیدمت. ولی اخ کاش که گفته بودم. خیلی حیف شد رام. خیلی حیف شد. خیلی. بفرما رو به خدا. بله. بله پیش بیاد یه وقتی آدم یه جایی که یادش میره. نه اصلا یه جایی که میخواد باشه نیست. تو اون لحظه اونجا نیست. رام بود. یه چیزی الان به ذهنم رسید بگم. خیلی تو این روزایی که ما اینجا الان اومدیم خندوانه و حال میکنیم و یه کسایی هم پشت صحنه این تصاویر ضبط میکنن تو قلب اومیکرون، تو اوج اومیکرون، یکی از رفقای قدیمی خندوانه در اوج بدحالی خودش میرسونه که تصویرات درست به دست مردم برسه و اون کسی نیست جز این عکسو ببینیم. این عکسو ببینیم همه با هم. آقای درخشان شرایطو ببینیم. بعد نگاه کن چه جوری داره کار میکنه. سرم به دستشه. میبینی؟ رامبود محمد درخشان تو خونه سوار ماشینش میشه تنهایی، میاد اینجا پیاده میشه با دو تا ماسک صاف میره تو واحد سیار تنهایی، در میبنده زور تا شب کار میکنه، دوباره در میبنده میره تو ماشینش برمیگرده تو خونه برای که کسی نبینه، برای کسی خطر ساز. بله ای عکس هم یه واشکیم و چهار تا ماسک زدم یه لحظه گوشه باز کردم گرفتم در بستم رامو. آره. که فقط نشون بدم دست نداره این همه وجدانن تو. من بذار پس منم بگم. من واقعا در زندگی که 30 ساله دارم کار میکنم و توی سینما، توی تلویزیون، توی تئاتر، تو جاهای مختلف حرفم، تو بخشای مختلف حرفم هی سرک کشیدم، آدمای مختلف دیدم. واقعا تک تک آدمهایی که تو خندوانه کار میکنن جزو بهترین های پست خودشونن و واقعا من ترجیح همینه که تا روزی که خندوانه میسازیم همونها فقط باید باشن، یعنی همینایی که الان هستن همینا باشن، به خاطر اینکه واقعا با تمام وجودشون کار میکنن و محمد درخشان نمونه یکی از همین آدم هاست که انقدر با دقت، انقدر با وسواس، انقدر با علم بالا، انقدر با تخصص درجه و انقدر با وجدان بیدار و قوی و با تمام وجودش که میبینی دیگه. شادی این برنامه تقدیم میکنیم به محمد درخشان، یه دست بلند براش. و ته جملم اینه، من افتخار میکنم به رفاقت و همکاری با تک تک شما بچه ها. واقعا واقعا اینو میگم از صمیم قلب، بدونید که قدرتونو میدونم. محمد درخشان تو حرف نداری، هر پروژه که تو رو داشته باشه بیشک برنده است. دمت گرم رامبود. ماشاءالله. بریم برای خدافظی. بفرما. به احترام مردم عزیز ایران بلند شیم و بلند بگیم که مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی عزیزین. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. خیلی ممنونم که همه رو اینقدر درست و به موقع گفتید. دقیق دارم میگم. خیلی.
اصلا چیز شو اش تو چشم آدم باید آدم تیم باشه، قبول آفرین. تکروی فایده نداره رامبو. آره. همه باید مثل یه گروه دست به دست هم بدن. آره. فقط اینو اولین بار بگم، حالا در گوشی هم بگم، اولین بار میبینم این کارو میکنه. ولی یک تیم که تیمه بهتر از یه ستاره تکروه. آفرین. دقیقاً دقیقاً. کاش اینو اصولاً رعایت کنی. آفرین. متشکرم. عالیه. عالی. بگو بگو که ادامه بدیم. همینو بگو بگو. آفرین. مردم عزیز ایران، آرزو میکنیم، دعا میکنیم که در کنار خانوادتون باشین، راضی باشین، پر روزی باشین، خوش روزی باشین. خیلی. رامبد بقیه اعضای تیم حس میکنم دارن همکاری نمیکنن. آخه جاش نبود. نباید میگفتیم خیلی. میدونم، میگم ما تنها افتادم توی تیم. میشه من رو ببری یه باشگاه دیگه؟ بهم پاس نمیدن رامبو. و آرزو میکنیم، دعا میکنیم خیلی همه مریض از بستر بیماری بلند شن. الهی آمین. رو به اونجا میگیم شاد باشی رامبو. یک... آشنا داری توی باشگاه دیگه گیر کردم من، درستش میکنم. هرچی دیریب میکنم هیچکی بهم پاس نمیده. راست میگه. به نظرم خیلی تک افتادی. رام بود یه ستاره تنها توی تیم واقعا داغون میشه. آره. چیکار کنم؟ آخه یه ستاره تنها نیاز نیست، یه تیم لازمه. یه تیم. آره. یه بار دیگه خیلی ها رو بگیم که همه با هم بگیم موش. همه با هم. بله. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خوب بود؟ تیمی بود؟ نه دیگه، همه گفتیم خیلی. میدونم. تو گفتی نه، ما هم گفتم تو تیم باشم که گروه. نه بگیم خیلی، همه میگیم همه... خیلی. همه با هم میگیم خیلی. همه با هم میگیم خیلی. حاج آقا حواست باشه، همه با هم میگیم خیلی. بگو چش. خلاص. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. شما خیلی عزیزین. آقا دیگه او نگون. نه میدونم، میخوام بگم خیلی پاس. بگو خیلی. میخوام بگم پاس بدم، پاسم نمیرسه. پاسم ناموفق داره میشه رامبد، چون میدونی که رامبد اعضای تیم باید دست در دست هم برن که موفق بشن. آفرید. قبول داری؟ تماشاگر تو خونه منتظر خدافظی کنی. میگم همه زد با واسط دادن. تیم با تکروی جلو نمیره. نه نمیشه. بشمار که پس تیمی با هم بگیم. آفرید. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. تیم باید همه مثل چی پشتم، مثل کوه. چیکار کنیم؟ همه قوقولی قوقو کنیم الان؟ نه، همه بگن خیلی، ما هم دارم همین کار میکنم. نمی کنی؟ ارائه تو. تو الان گفتی خیلی؟ بله. ما با صدای خروس دادی؟ نه، به زبون خروس ها یعنی خیلی. میشه آه آه خیلی. اینجوریه. بونه شده. مردم عزیز ایران. جان. شما خیلی عزیزین. نه میگم یعنی به زبون مرغا بود، یه مرغه که عضو تیمه و مثل کوه بوده. چقدر محکم و با اراده است. منو نگاه کن. بله بشمار که تیم ما هم بریم جلو. رام بود قشنگ بشمار. بگو من معذرت میخوام. بگو رام بود. بگو خانم آقایون، مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. یه گرگه که توی تیم مثل کوه تو تیم داره میره جلو رامبو. شما خیلی عزیزین. الهی آمین. نه این که اصلا جاش الهی آمین چیه؟ اصلا این یه جای دیگه باید میگو. ای وای، مگه میشه یه تیم یکی از اعضاش انقدر حواسش پرت باشه یه کار دیگه بکنه؟ اشخ اشخ افش کاش امه، ولی امه همه کاش گفت اخ اخ. امه ها را آورده بودی؟ خیلی اخ. کاش امه هات بودن. خیلی اخ. واقعا امه هات. اشخ خیلی خوب بابا، میخوایم خداحافظی کنیم؟ حسرت برگرد. میدونم قرم. بفرما خداحافظی. آرزو میکنیم که همه مریض از بستر بیماری بلند شن. رو به اونجا، یک دو سه، شاد باشید.